شروع یک روز کاری. در این کارگاه کوچک کاشی هفت رنگ، هنر، تجربه و علم به کمک کارآفرینی آمده. من رشتم معماری بوده، میخواستم که معماری رو بیارم تو چارچوب کار سنتی. یک سال خورده پیش کارگاه رو اندازی کردیم. کار خستگی خودش رو داره، ولی واقعا از کارش لذت میبرم. همکار خودمون واقعا چون کار هنریه. نوآوری در مراحل مختلف کاشی هفت رنگ رمز موفقیت آقای محمودی است. سعی کردیم با هنری که الان داریم هنر قدیمی رو کامل بکنیم. یک سری طرح‌هایی هستش که قدیمتر استفاده میشد. ما اومدیم اول اینکه اینا رو احیا کردیم، در کنار اون چیزهایی میشد که بهش اضافه کنیم که زیباتر بشه، اینها رو بهش اضافه کردیم. خوشنویسی یکی از کارهای مبنایی برای این کار، یعنی اول باید کار خوشنویسی انجام بشه، عزیزان بتونن دورگیری کنن، بعد لاغگیری کنن، بعد بره کوره تا کار آماده بشه. نوبت به رنگا میرسه، خورده کاریش خانوما انجام میدن، دیگه زمین اصلش هم که دیگه با من رنگا کنار هم دیگه میان، آرامش خاصی به آدم میده. یک سری رنگ ها رو احیا کردیم، مثلا رنگ قرمزی که اینجا به کار بردیم یا رنگ زرد، یه زرد لیمویی خوش رنگه. این رنگ ها رو ما به صورت دستاز میسازیم. آموزش به علاقه‌مندان به صورت حرفه‌ای هم از اهداف دیگر این مجموعه است. عجله نکنید، اول کنار قلم بیاد بشه. کاشی های یک روز کاری از کوره در آمده. کوره باکس برقیه، بخاطر اینکه کیفیت پختمون بالاتر بره از این کوره داریم استفاده میکنیم. سفارشاتی که الان اینجا داریم، این کار برای استان مرکزی هستش، آذربایجان غربی، استاد مولستان هست، اون کارم برای تهران هستش. اون کاشی ها برای حرم حضرت معصومه هستش که تولید کردیم براشون. برای آلمان و نروژ کار زدیم، فرستادیم. حالا نوبت به ثمر نشستن تلاش است. بنای از مربوط به قرن هشتم کار مرمتش رو انجام دادیم و نیز بخشی از کاشیکاری عتبات آلیات، مسجد کوفه و مسجد سهله در کارنامه کاری این هنرمند ثبت شده. کاشیکاری در بناهای ما یک اثر ناب و با اصالت است که با همت هنرمندان خوش‌ذوق می توان با آن معماری ایرانی اسلامی را در دنیا گسترش داد.